سلام با سراچه خوش آمدین. مهمان امشب ما استاد جوان است، خوش بیان و خوش برخورد. وقتی با او میبینین فکر میکنین سالها با او آشنا بودین. امشب با استاد عبدالصمد قاضی زاده صحبت میکنیم، سوال میپرسیم، ازشان میشنویم و میآموزیم. بفرمایید استاد، بسیار خوش آمدین. بسیار خوش آمدین. سلام، حال شما خوب؟ بفرمایید، بفرمایید. بسیار خوشحال هستیم استاد شما را در برنامه داریم. شما علاقمندای زیادی داریم، ما را هم در لیست آخر حساب کنین. سلامت باشین جناب استاد عزیز و گرامی. عرض سلام احترام خدمت شما، خدمت همکاران عزیز و همه بیننده های طلوع. خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خوشحال هستم از دعوتتون در برنامه. تشکر. سلامت باشید. اینقدر جذابیت از کجا آوردین با خود؟ خب باید آدم جذاب باشه. باید جذاب باشه. باید این است که بسیاری ها نمیدونن داشته باشه. به هر حال، به هر حال بسیار خوشحال هستیم. برنامه سراچه امشب میزبان استاد عزیز که شما در برنامه اخلاق اسلامی در ماه رمضان و برنامه‌های زیاد دیگه صحبتاش شنیدین و نظراتش شنیدین. استاد، اولین سوال برنامه همیشه از اتفاق تولد شروع میشه. به دنیا خوش آمدین، اما کی آمدین؟ سلامت باشین استاد عزیز و گرامی. عبدالصمد قاضی زاده، متولد 1365. 1365. بله، در گوشه ای از اطراف یا در یک روستای بسیار دور از افغانستان، یعنی مربوط به افغانستان است ولیکن بسیار بسیار دور است. نام جای دور بگیرین و هم افغانستان خانه ما هست جدا. و این مهم نیست که ما از کدام ولایت باشیم، ولیکن ما در قسمت یا گوشه از ولایت فرا به نام ولسوالی پرچمن است. خب در اون منطقه و محیط متولد شدیم، دوران طفولیت در اونجا سپری کردیم. دیگه بعدن باز به ولایت هرات آمدیم. ما تقریبا عمر ما اگر به سه بخش تقسیم بشه، یک بخشش در ولایت فرا سپری شده، یک قسمتی دیگه در ولایت هرات و یک قسمتی هم در کابل. در کابل. در کابل، بله. بسیار خوب، بسیار خوب. سالهای اول زندگیتان و دوران مکتب، دوران محبت خانوادگی یادتان میاد؟ میخواین چیزی بگوین؟ بله، ما دوران ابتدا یا به اصطلاح صنف اول مکتب در همو زادگاه یا جایی که متولد شدیم در همونجا شروع کردیم و ابتدای زندگی بسیار سخت داشتیم برای خانواده بسیار فقیر، ولیکن در کنارش متدین و با دیانت. در اونجا شروع کردیم و از ختم دوران مکتب در ولایت هرات کردیم، یعنی صنف 12 در ولایت هرات تمام کردیم. چطور سپری شده او دوران؟ خب طبعا دوران مکتب یک دوران است که در افغانستان خاطره ها داره و بله خوشحالی داره و در مجموع من فکر میکنم که برای متعلمین ما او چیزی که باید مساعد باشه، او زمینهایی که باید مساعد باشه برای درس و تعلیم نیست. یعنی ما زمانی که مکتب شروع کردیم به داخل مخیمه‌ای بود که از طریق سازمان ملل کمک میشد یا به اصطلاح هنوز حتی تعمیری برای مکتب تا امروز هم در زادگاه ما تعمیری مکتب وجود نداره. یعنی بارها ما را گفتیم که آرزومندم اگر توان ما بشه روزی در اون محیط منطقه یک مکتب را بنا بکنیم، چون مثل که مسجد ضرورت، مکتب هم ضرورت، مثل که به اصطلاح مدرسه ضرورت، دانشگاه هم ضرورت، مثل که به اصطلاح مسجد و مدرسه ضرورت، شفاخانه هم ضرورت. اینا جز نیازهای زندگی ماست. بله بله. خب دوران سختی بود، خب به هر حال سفری شد تمام شد. بله بسیار خوب. خوشحال هستیم شما رو در افغانستان داریم. در افغانستان تولد شدین و همین جا زندگی کردین. تحصیلات عالیتون در چیز استاد؟ بسیاری ها شما رو ملا میدانن. دوستان رو لقب های مختلف یاد میکنن، بعضی استاد میگن و بعضی قاری میگن و بعضی عبدالصمد میگن، ولی به من خوشایندتر ما عبدالصمد است. عبدالصمد است. عبدالصمد قاضی زاده است. خب چون ما در اون سطح و در اون جایگاهی نیستیم که خود را عالم بدانیم یا به اصطلاح مربوط به علما بدانیم و تحصیلاتیم به درجه ماستری هست و طوری که پیشتر گفتم صنف 12 رو در ولایت هرات خواندیم، بعدا به کابل آمدم دوران پوهنتون یا دانشگاه لیسانس، یعنی در بخش علوم شرعی در پوهنتون سلام کابل خواندم. خب بعدا دوره ماستری رو هم در همینجا ختم کردم. خب تصمیم داشتم که دکترای خود رو در ترکیه شروع کنم اگر الله بخواد ان شاء الله، بران به خاطر متاولاتی که پیش آمد و مشکلات سر راه اسناد وجود داشت که ان شاء الله مشکلات حل بشه بخیر شروع بکنم ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله. بیشترین مصروفیتتون چی بود؟ چی مصروفیتای داشتین؟ در ابتدا
کار میکردیم. من تو باید بگم که یک دوران ما چوپانی هم کردیم. خب خب. به از جمله افتخاراتی مست. یعنی ننگ نیست برای ما. بله. کار کردن، تلاش کردن در هر عرصه‌ای که باشه یکی از زیبایی های اسلام هم است که برای هر هنر و برای هر شغل و برای هر به اصطلاح افراد احترام گذاشته. حتی ولو اگر کسی چوپانه میکنه قابل حرمت و احترامه، ولو اگر هر قدر کارهای شاقر انجام میده. ما گاه وقتی بعضی از کارگرای عزیز ما رو میبینیم به یاد هم دوران میفتیم، گرچه که قدر طولانی هم خونیست شاید الله عزیزان بگن که عمرتان قدر زیاد نیست که تو دوران سابق میگویی. به هر حال ابتدا کار میکردیم، بعدن بازی بود که به اصطلاح بحث درس و تعلیم مطرح شد و مصروفی درس و تعلیم شدیم، ولیکن تا امروزم در کنال درس و تعلیم کار کردیم همیشه. خب در شرکت های مختلف جای مختلف کار کردیم. خب بسیار خوب. در مورد خانواده پدری میخواین چیز بگوین؟ چندم خانواده بودین؟ خیلی بله ما در مورد خانواده معلوم میشین خانواده متاسفانه در یه باخر یک سلسله به اصطلاح سختی ها و مصیبت های در خانواده رخ داد که واقعا برای هر انسان تحملش سخت است. ما در خانواده پدر و مادر است و سه برادر بودیم و سه خواهر که یک برادر ما که من فرزند متوسطم در خانواده. خب یک برادر یک خواهر کلان از من بزرگترن، به اصطلاح یک برادر یک خواهر کوچکتر بودم و دو خواهر کوچکتر و یک خواهر ما متاسفانه که بعد از یک سال از ازدواج عروسیش گذشته بود دنیا را ترک کردن. این سر یک مصیبت کلان بود در خانواده ما. بله. و همچنان یک برادر ما که خورتر از ما بود و نامزاددار بود وقتی تصمیم عروسیش داشتیم بنابر یک حادثه ترافیکی به شهادت رسید و پشت سر از یک مصیبتی دیگه یک بچه کاکای ما که بسیار دوستش داشتیم یک سال دو سال از ما بزرگتر بود که تقریبا نمی فلن هم صاحب 3-4 تا اولاد یتیم از او مانده او به شهادت رسید. دیگه مصیبت بالای مصیبت، سختی بالای سختی. از کدام سال میگین استاد؟ یعنی تقریبا مجموع می کل نمی اتفاقاتی که افتاده شاید 5 سال بیشتر نشه همه اینا در طول 5 سال. خب به هر حال خوشبختی بی بود که ما در یک فامیل متولد شدیم که بی‌نهایت صابرن. یعنی من اینو به صراحت گفتم میتونم عزیزایی که در سر جنازه خواهر و برادرم بوده من مادرم حتی صدا گریش کسی نشنید. وقتی جنازه برادر آوردن گذاشتن درش گرچه که مادر است، مادر خیلی دلسوز و مهربان آمد و به سلام و چهره شباز کرد و یک ماچ از زنجبینش گرفت و گفت که بچه من راضیم بر رضای خداوند، هرچی از جانب الله فیصله شد، هرچی از جانب دوست آید نیکو هست. دیگه به اون لحاظ خوشبختیم که الحمدلله در چنین خانواده متولد شد. این عالی. آدم شوخی بودین؟ بی نهایت. همی فلان هم شوخ هستیم، در گذشتن شوخ بودیم، حتی در دوران طفولیت هم از دست ما میشه شکایت داشت. جدیدترین شوخیتان چی ها بوده؟ و ایران کاری بوده؟ بله استاد، ما در دوران نوجوانی ها که یادم میاد گاه وقتی عروسی میشد اطراف ها عروسی هایشان نسبت به شهر فرق میکرد. بله. به رسم و رواجهای شهر همیشه در روسی از دست ما شکایت بود که فلان بسیار شوخ هست، بچه ها را آزار میده. باز در دوران درسم همچنین، حتی در او عزیزایی که با ما همسنفی بودن افتخار همسنفی بودن اونا رو داشتیم، در دوران لیسانس یا در دوران ماستری بونام همه میدانن همیشه که شوخترین ایزان در صنف ما بودم، همیشه بینو شوخی میکردیم و آزار میدادیم و هر کدامشان هم بالاخره امروشن یک تعامل خوب داشتیم که الحمدلله بسیار خوشبخت هستیم که اینا رو داشتیم در کنار خود. بسیار خوب، بسیار خوب. دوست و رفیق زیاد دارین؟ زیاد. خب. بی اندازه زیاد. و من فکر میکنم استاد عزیز دوست یا داشتن دوست خوب در زندگی بهترین سرمایه است از دیدگاه من. بله. حتی نه تنها که از لحاظ به اصطلاح عرف عنانات یا ضروریات زندگی، بلکه بله. وقتی در دین هم متوجه بشیم بحث دوستی خیلی بسیار عمیق مطرح میکنه. شما مثلا وقتی در قرآن مراجعه کنید ببینید که الله تبارک و تعالی میگه قضیه دوست به حد مهم است که در روز قیامت حتی بعضی انسان ها حسرت میخورن یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. بله. وای بر ما کاش با فلانی دوست میشدیم یا دوست انتخابش میکردیم یا نمیکردیم. دو تا حسرت است در اونجی. یعنی یک عده از دوستای نابابشان حسرت میبرن کاش اینا رو دوست انتخاب نمیکردیم، نمی و یک عده از دوستای خوب حسرت میبرن کاش بیشتر میبود تعداد دوستا با ما. و حتی حضرت عبدالله بن عباس میگه نقش دوست در زندگی انسان به حد موثر است که وقت اهل بهشت در بهشت میروند یک دوست در بهشت نگاه میکنه که دوستش وجود نداره اینجا، پرسان میکنه که یا الله فلانی رفیقیم بوده با ما بسیار مهربان بوده کجاست. یعنی با وسیله یه دوستش شفاعت میشه به اصطلاح. بله، بله. دوستای خوب دیگه به لحاظ خداوند دوستار همه
اضافتر بکنه، کم نکنه. و شمول شما استاد عزیز، هم افتخار هستیم با ما. برعکس با ما هم افتخارین استاد. من خیلی شما را دوست دارم و مثل که بیننده های زیادی شما را دوست دارن، صحبت های شما را و معلومات که ایران میکنین و شیوهی که دارین هستن خیلی فوق العاده است. اگر اجازه باشه وقفه بگیریم. بفرمایید. صحبت ها را ادامه میدیم اما پس از وقفه کوتاه. بسیار خوش آمدین. ادامه برنامه سراچه است و استاد خاجی زاده با ما هستن. استاد، بیشتر دشواری های زندگی رو تجربه کردین یا راحتی هایش از کدامش بسیار راضی هستین استن؟ زندگی فراز و نشیب داره استاد عزیز. من بی باور هستم که هیچ فردی در روی زمین زندگی نمی کند مگر اینکه با مشکلات روبرو میشه. بله. هیچ فامیلی در کره زمین وجود نداره مگر اینکه در یک قسمتی از زندگی یک مشکل وجود داره. به طور مثال بگم، یکی هست اولاد نداره، یکی دختر داره پسر نداره، یکی پسر داره دختر نداره، یکی ازدواجش تحمیلی بوده، یکی مشکلش فقر است، یکی مشکلش غربت است، یکی مشکلش ازدواج تحمیلی است. بله. هر کسی به یک نوعی یک مشکل داره. بله. یعنی زندگی خالی از مشکلات نیست. نیست. ما به یقین هستیم که وقتی انسان تولد میشه، از لحظه متولد شدن تا لحظه رفتن از دنیا همیشه یکی سختی، دوم آسانی، سوم غم، چهارم شادی یعنی خوشحالی، اینا همیشه با هم هست. صحتمندی، مریضی، اینا چیزایی است که در زندگی اتفاق میفته. بنان ما خوشحال هستیم که اگر قسمتی از زندگی رو به سختی سفر کردیم، قسمتی دیگر الحمدلله راضیم از رضای الله. بسیار راحت. اصلا اینجا با اینها چی کردن اولویت داره؟ یعنی واقعا سختی ها را تحمل کردن اولویت داره یا به خاطر رفعش آستین بر زدن؟ ببینید، مشکلات دو نوعه. یکی نوع مشکلاتی است که به اصطلاح در عالم اسباب ما میتونیم اون رو برطرف بسازیم. مثلا یک کس مریض است، دکتر مراجعه میکنه، اگر توانش داشته باشه دوام میگیره، ان شاء الله خداوند نور شفا بده، خوب میشه، صحت مند میشه. یک نوع دوم مشکلات، مشکلاتی است که شاید ممکن انسان نتونه اون رو برطرف بکنه، قادر به برطرف کردن اون نباشه. به همون لحاظ ما تحت عنوان یک رابطه بین خالق و مخلوق وجود داره به عنوان دعا یا خواستن از الله تبارک و تعالی به خاطر رفع مشکلات. مشکلاتی که در زندگی ما قدرت حل او را داریم یا می توانیم از اسباب و از ابزار استفاده بکنیم برای حل او، باید تلاش بکنیم، باید حلش بکنیم. و اینم مطمئن باشیم که هر مشکل اگر حلی برش وجود داره. بله. حالا یا در عالم اسباب، اگر در عالم اسباب نباشه پیش پروردگار خیلی آسانه. بله. نباید همیشه به بزرگی مشکل بیاندیشیم، بلکه به بزرگی کسی بیاندیشیم که مشکلات میتونه حل بکنه. حل کنه. بله. او کسی که قادر است یونس را از قعر دریا نجات بده، او کسی که قادر است ابراهیم را از بین آتش به اصطلاح سلامت بدر کنه، او کسی که قادر است موسی را از بحر سالم بدر کنه، او کسی که قادر است رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالی که در یک شب 40 نفر دور خانه‌اش گرفتن، در جلسه دار الندبه مشهور است در مکه مکرمه و پیامبر دستور هجرت فرا میرسه، سالم از اونجا به در میشه. او کسی که این همه قدرت رو داره، او قادر است که مشکلات ما رو برطرف بکنه، به شرطی که ما صادقانه و خالصانه از او بطلبیم. بخوایم. جدا جدا خیلی عالی. وقتی صحبت شروع میکنین استاد با میمونیم تا گوش بگیریم، باید تمامش نکنین. خیر باشه. خب، من چند تا سوال دیگه دارم که شاید سوال بسیار زیاد از بیننده ما باشه، تعداد زیاد شاید بخوانی سوال را حل کنیم. در مجموعه مسائلی که شما از زاویه مطالعات خودتان میبینین، اصلا این رو بپرسم، مطالعات زیاد میکنین اصلا؟ ساعت زیاد، قبل از اینکه سوال مطرح کنم، ساعت زیادی به مطالعه میتین یا این قریحه را قسمی دارین دیگه؟ ببینید استاد عزیز و گرامی، ما مطالعات ما دو بخش داره. یکی ایست که آدم یک کتاب را از بازار هدیه میکنه و مطالعه میکنه، یکی است که واقعا آدم به شکل درست و منظم از سایت های اسلامی از رسانه درست استفاده میکنه. بله، یکی از جمله کارهای مهم زندگی ما بخش مطالعه است، یا کوشش میکنیم که حداقل روزانه در معلومات ما یک چیزی بیفزاییم. می فکر میکنم مسئولیت هر جوان با مسئول و با کفایت است. هر کسی باید تلاش بکنه. حتی قاعده دینی ما بر همین است که اگر روزی از روزها بر تو بگذرد و در معلومات چیزی افزوده نشود، تو در حقیقت عمرت بیهوده مصرف میکنی. باید تلاش بکنی، یا یک معلوماتی از قرآن یا از حدیث یا از مسائل روزمره، عرف، عنعنا، دنیا، تکنولوژی، یک معلومات داشته باشی. و در کنار این برنامه‌ای که ما تهیه می‌کنیم، من فکر می‌کنم شاید اگر بگیم بیشترین برنامه را از ماست که نشر میشه در همه جا، در ماه مبارک رمضان بعضی دوستا تماس می‌گرفتن که استاد قدر برنامه کجا ثبت کردیم؟ طولو را می‌گیری برنامه شماست، به اصطلاح صفحات شما را می‌بینید که برنامه شماست. ما گفتم خب تلاش میکنیم ما. خب طبعا این برنامه استاد عزیز یک مطالعه کار داره، یک آمادگی کار داره، یک موضوعی که وقت آدم میخوای صحبت بکنی
وقتی او عزیزای ما وقت میگذارن به اصطلاح پای یک برنامه مینشینن، عمرشان میگذارن که تا چیز بیاموزن، خب باید مطالعه بکنیم، مثلا مسائل مهم و مفید در مطرح بکنیم. بله مطالعه میکنیم. خب چند تا مسئله اسلامی رو مطرح میکنیم که به جامعه ما مربوط است و به کل جامعه اسلامی، اما جوابهایش اگر و مگر و چنانچون این زیاد داره. بله به هر حال هنوز بحرهای زیادی است. یکی از اون مسائل، مسئله ریش و موسیقی و نکتایی و لباس دریشیست. اینا را حتما در موردش چیزایی گفتین، اینجا هم بگوین بشنویم. بسیار عالی. ببینید سوال بسیار مهمی است. ما وقتی در قول و عمل رسول صلی الله علیه وسلم مراجعه میکنید، سنت بدون و یکی اون چیزی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم قولا و فعلا عملا انجام داده، دیگران به اصطلاح پایبندی دارن انجام بدن. یکی عرف و عادات است یا شخصا مربوط به خود رسول الله صلی الله علیه وسلم میشه. مثلا شیوه انتخاب غذا، شیوه انتخاب لباس، شیوه مثلا چیزهایی که خوش انسان میه و چیزهایی که شاید از اون خوش انسان نه، اینا جزء انتخاب عادات است. مثلا بله. به این شک نیست که هر مسلمان باید تلاش بکنه، کوشش بکنه که به اصطلاح خود رو به راه روش رسول الله صلی الله علیه و سلم آماده بسازه. اما هیچ کسی حق قر نداره. ببین ما در اسلام فرض داریم، واجب داریم، سنت، آداب، مستحب تا پایین میاد. غیر از فرض که ما مأموریت و مسئولیت ماست که برای جوانان ما، برای مردم ما دستور بدیم، بگیم که برادر نمی حکم فرض است، روزه فرض است، نماز فرض است، زکات فرض است، حج فرض است. باید کوشش بکنیم که این رو به اصطلاح انجام بدیم. و پایین تر از در امور مستحبات، آداب، سنت، هیچ کسی نمیتونه در طول 23 سال نبوت رسول الله صلی الله علیه و آله ثابت بسازه که پیامبر خدا یک کسی را به ترک آداب و مستحب و سنت شلاق زده باشه، یا زندانیش کرده باشه، یا تبعیدش کرده باشه، یا توهینش کرده باشه، یا تحقیرش کرده باشه که تو چرا این کار انجام میدی یا انجام نمیدی. بلکه اینا امور اختیاری است برای انسان. ما ماموریت ما است که مردم را تشویق بکنیم، ترغیب بکنیم. برادر عزیز، ریش فضیلتش این هست، به اصطلاح این لباس فضیلتش ای هست. یعنی نباید به حریم خصوصی مردم به شکل خود وارد بسازیم که حق اونا رو ضایع بسازیم زیر پا بکنیم. من یک مثال براتون بدم. تمام زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله شما بخونید مطالعه بکنید، جایی پیدا نمیکنید که رسول الله صلی الله علیه و آله به خاطر تراشیدن ریش یک جوان یک سیلی زده باشه یا برش گفته باشه توهینش کرده باشه. من یک نمونه رو براتون بدم، گرچه وقت دارم شاید زیادتر بگیره، ولی خلاصه میکنم. در غزوه احد پیامبر صلی الله علیه و آله در یک پشته چند نفر صحابه را استاد میکنه با همراه یک قماندانشان. عملا قولا خود پیغمبر پیش رویشان استاد است، برایشان میگه که اگر ما در نمی جنگ شکستم خوردیم شما اینجا باشید، اگر کامیابم شدیم شما اینجا باشید. یک بار نی، دو بار، سه بار برایشان تکرار میکنه که نمی موقعیت استراتژی رها نکنید، اگر ما شکست خوردیم یا پیروز شدیم شما باید اینجا باشید. ولی در مرحله اول دشمن شکست میخوره، صحابه پیروز میشن. با مجرد که دشمن شکست میخوره، نمی افرادی که پیامبر صلی الله علیه و آله اینجا استاد کرده که شما باید راه نکنیم، اینا به اصطلاح شروع میکنن گپ و گفتگو، بلا حالا خب ما پیروز شدیم و میریم دنبال مال و غنیمت میریم. و او قماندان برشان میگه که رسول الله به ما دستور داده اگر ما ناکام شدیم یا کامیاب شدیم شما اینجا راه نکنیم. حرف پیغمبره. این حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم واجب اطاعت است. خود پیغمبر مستقیما برای یک دستور داده، ولی قبول نمیکنن. خب اونا هم انسان بودن، بشر بودن، خطا میکردن. این پشت را رها میکنن، میرن مصروف جمع‌آوری مال غنیمت میشن. دشمن از پشتی تپه یا پشت حمله میکنه، به اصطلاح تعدادی که باقی مانده اونجا رها نکردن را شهادت میرسونه و یک ضربه بسیار سنگینی برای صحابه وارد میشه که تعداد کثیری به شهادت میرسن، فرار میکنن. وضعیت به حدی میرسد که یعنی حتی قابل تصور نیست. نکته اینجاست، ولی این همه افراد که همینجا رها کردن، این همه نافرمانی رو صریح از پیامبر کردن، وقتی وارد مدینه منوره میشن، میان پیش رسول الله صلی الله علیه و آله، وقتی مقابل پیغمبر قرار میگیرن میگن سلام علیکم، رسول الله صلی الله علیه و آله در میاد، نه دشنامشان میده، نه توهینشان میکنه، نه شلاقشان میزنه، نمیگه به زندان بیاندازید. فقط تنها کاری که رسول الله کرده سکوت میکنه و سلام علیک نمیده. خلاص این موقف پیغمبر در برابر به اصطلاح نافرمانی بسیار واضح بروشن کلام. هدف اینجاست ما امروز نمیتونیم به اصطلاح یک ملت رو بر بگردانیم 1400 سال قبل. بله. رسول الله صلی الله علیه و آله در عصر زمان خودش زندگی میکرده، ما در عصر زمان ما زندگی میکنیم. ما نمیتوانیم امروز سر مردم تحمیل بکنیم که همون لباسی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله استفاده میشه شما بعد امور استفاده بکنید. به قول اقبال میگفت اسلام بیاریم امسال. بله بله، اگر قرار به او باشه پس ما باید به تیاره به حج نرویم، پیاده به حج برویم.
اگر قرار به او باشه پس ما به اصطلاح از هیچ وسیله و ابزار اسباب استفاده نکنیم. شما پیشتر از نکتایی اشاره کردیم. اندیشمندان معاصر به این نظرند که نکتایی جزء لباس مباح است. هیچ ارتباطی به اصطلاح به بحث شباهت با غیر مسلمان ها نداره. جزء یک لباس است. صحبت های استاد بسیار شیرین و دلپذیر است. سوالات دیگه هم باقی مانده. با ما باشین. فعلا این وقفه. بسیار خوش آمدین. ادامه برنامه سرچه است. استاد ما در این بخش چند تا عکس داریم که میخواییم در موردش تبصره بکنین، نظر بتین. معمولا این بخش عمیق قسم طراحی شده، به اختیار ما هم نیست، شما ببخشین. ولی پیش از اون سوال دارم در رابطه با صحبت هایی که پیش از وقفه کردیم، وظیفه امر بالمعروف اصلا چیست؟ ولی کتاب بگوین که اکثرم برسیم. ببینید اول بعد معروف شناخته شه، برای مردم معرفی بشه که معروف چیست. معروف از فرض گرفته بیا تا آداب و مستحب، مراتب مختلفی داره. در چی مراتب ما میتونیم برای مردم امر بکنیم؟ در چی مراتب ما میتونیم برای مردم تذکر بدیم؟ در چی مراتب ما میتونیم برای مردم ابلاغ بکنیم؟ هدف رساندن است. منکر باید شناخته بشه، مشخص بشه که چی اموراتی مثلا در حرمت قطعی قرار داره، حرمت زنی قرار داره، گناه کبیره است، صغیره است، چی مراتبی داره. این باید به اصطلاح وظیفه امر بالمعروف و نهی از منکر است. و در کنار این، کسایی که در این وظیفه مقدس گماشته میشوند کسایی باشند که باید بسیار سعی صدر داشته باشند. شما این موسی علیه السلام وقتی به رسالت مبعوث میشه از الله تبارک و تعالی چهار چیز طلب میکنه. رب اشرح لی صدری، پروردگار سینه فراخ بده، چون وظیفه انبیا وظیفه امر بالمعروف است. و یسر لی امری، این مسیر برای ما آسان بگردان. و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی، زبان مر بکشای، گرایش باز بکن. اگر دین به همون شکلی که هست برای مردم عرضه بشه با جان و دل میپذیرن. بعد میگه وجعل لی وزیرم من اهلی، یک همکارم در کنارم باش. امر بالمعروف و نهی از منکر افراد باشن که سینه وسیع داشته باشن، سعی صدر داشته باشن، جهان بینی وسیع داشته باشن، در کنار زبان رسا داشته باشن، ولی همکار خوب داشته باشن. این چیزایی است که لازمی و ضروری است. امیدوار هستم که الحمدلله ان شاء الله روز به روز رو به بهتر شده بره. بله. گرچه که ما پیشتر هم یک نکته را تذکر دادم، گفتم که اگر کسی میای برای ما یک انتقاد میکنه، انتقاد به اساس دشمنی نیست، الله شاهد است، به اساس اصلاح است، دوستی هست. همون طوری که برای عمر رضی الله تعالی وقتی به منبر ایستاد میشه میگن که امیرالمومنین این همینجوری اشتباه گفتی، عمر رضی الله تعالی قهر نمیشه، تشکر میکنه، میگه بله ان شاء الله کوشش میکنم اصلاح میکنم. ما باید انتقاد پذیر باشیم، حتی از سطح رهبری گرفته تا پایین ترین افراد. درست. اگر کسی میاد برای ما میگه که والله در فلان جای خللی وجود داره، مشکلی وجود داره، این دلیل بر دشمنی نمیکنه، باید ما کوشش بکنیم که اون مشکل حل بسازیم به شکل درست داری. درست استاد، عکسایی که انتخاب شده یک قسمت به دنیای سیاست رابطه داره و ما میخوایم با از نظرات در مورد کشورهای اسلامی و وضعیت امت اسلامی در سیاست جهان امروز هم از شما داشته باشم. آماده هستین مورد عکس ها چیزی بگوین؟ خب اولین عکس یک سیاستمدار اروپایی است. خانم من پیش از اینکه در مورد عکس ها نظر بدم یک نکته کوتاه اشاره بکنم استاد عزیز. بفهم. هر انسانی چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه رهبر چه رعیت، قابل احترام است. بله. هر کسی دوست خودم داره، دشمن خودم داره، طرفدار خودم داره، مخالف خودم داره. ممکن اگر از دیدی من یک نکات منفی داشته باشم و برش نظر منفی بدم، این به معنای این نیست که خدای ناکرده به اصطلاح بگیم دیگه آدم از صفحه روزگار برداشته شده. شاید از دیدگاه من نیست. خب خانم مرکل یکی از جمله زنان موفق است در عرصه سیاست، حتی به کشورش، به وطنش، به مردمش خدمات کرده که امروز زبان زده خاص عام است. بله. هیچ شکی در خدمتش نیست. بر علاوه به اصطلاح بحثی دیانتش یک طرفی قضیه است. ما در مورد کار کرده سیاستش میگیم. درست. خب عکس دومی. من در یک برنامه دیگه در مورد آقای صالح از من پرسان کردن، گفتم که من نظری ندارم در این مورد، ولی امروز من میخوام نظر بدم، چون از بسیار به ما انتقاد کردن که والا شما سکوت کردین در این مورد. حقیقتش این بود که آدم باید حداقل مگه پر که میزنی بد ببینید که حقیقت داره یا نداره. جناب آقای صالح کسی است که ثبات سیاسی به فکری نداره به نظر من، به خاطر اینکه هر جایی که منفعتش مد نظر بود همون طرف میدیدین که استاد است. شما در یک زمان دیدیم که در کنار دکتر سیف عبدالله استاد بود، دستش بالا کرد. باز در دوری دوم دیدیم که در کنار دکتر سیف اشرف غنی است. هر جایی که نفعش بود به همون طرف بالاخره استاد بود. من دیدگاه من همین است. بله. خب این هم شخص سومی. خب ابراهیم جان عابد عزیز ما. بله ابراهیم جان عابد، هیچ کاری بدون به اصطلاح نقص نیست، از کار من گرفته تا بقیه کار اینها هم مشکلات خود داره، نقص و نواقصی داره،
ولی حقیقتش است که بسیاری از قضایا به حقیقت‌های جامعه ما را به شکل تمثیلی برملا می‌سازند و یک لبخند به اصطلاح به لبان مردم غم‌دیده ما می‌آورند. درست. عکس بعدی. جناب بشردوست صاحب، خب همه می‌شناسن یک الگو است در حقیقت در عرصه کار و خدمت و سیاست، یک آدم بی تکلف است، کسی است که به اصطلاح بسیار یک آدم به اصطلاح بگیم که بدون جنجال است، با همه جا سفر میکنه، بسیار عادی سفر میکنه، با مردمش میبینه، چیزی که در توانش است کار کرد، همیشه در عرصه آزادی بیانم صدایش بلند کرده، قابل قدر است. برادر ذبی الله مجاهد، یکی از جمله خاطراتی که بسیار به من جالب است که همه مردم تصور میکردن که روزی حکومت امارت اسلامی آمد، میفتن که آیا شاید این مردم حتی قدرت گپ زدن نداشته باشن. وقتی یادم آمد به اسلام پالیسی برنامه اولین امارت اولین مصابهش، یعنی نشان داد که واقعا استعداد دارن، توانایی دارن، مردم بسیار روشنی وجود داره. کی که زمله نمونایش برادر مجاهد است. مجاهد است. بسیار خوب. و آخرین رئیس جمهور افغانستان دکتر سیب اشرف غنی، ما در یک برنامه دیگه گفته بودم که متاسف است بعضی از عزیزای ما برای ما واکنش نشون دادن که استاد چرا شما گفتین که دکتر سیب اشرف غنی متاسف است. ما یک مثال براتون بدم. ما در 20 سال یا کمتر از او به اصطلاح حکومت آقای کرزی، در طول مدت حکومت آقای کرزی بحثی به نام به اصطلاح تاجیک و پشتون و ازبک و هزاره مطرح نبود، بحثی به نام واژه دانشگاه و پانتون مطرح نبود، بحثی به نام اقلیت و اکثریت قوم مطرح نبود. همه برادروار در کنار هم دیگر زندگی میکردن و برای آبادی وطنشان تلاش می‌کردن. ولی زمانی که جناب دکتر سیب اشرف غنی آمد، با کمال احترام به جای اینکه به اصطلاح از فرصت‌ها استفاده بکنه، از زمینایی که مساعد شده استفاده بکنه، برای فکر وطن باشه، برای فکر آبادی وطن باشه، به چیزهایی مصروف شدن که این چیزی نیست که دیدگاه ما باشه. همه مردم میدانن این قضیه. ما تا یک سال دو سال بحث سر ازی داشتیم که نام دانشگاه بگذاریم یا پانتون بگذاریم، از این خلاص شدیم نام تذکره به اصطلاح به نام مادر بگذاریم یا نام پدر بگذاریم، محتواش مانده از این خلاص نشدیم که به اصطلاح به نام نمیفهم پشتون بیشتر است یا هزاره بیشتر است یا تاجیک بیشتر است، در حالی که یک رئیس جمهور نمی صلاحیت داشت، می توانست که نمی صداهای متاسفانه را خاموش بسازه. ولی متاسفانه نکرد. خب آخرین عکس این مجموعه هم رفیق دکتر سیب اشرف غنی است. هر دو تا یار بودن با هم. بله یار همدیار. دکتر سیب عبدالله یک سیاستمدار معتدل ولی ناکام، ما میشه گفتیم اون چیزی که ازش توقع میرفت، یعنی یک آدم میانه رو است، اون چیزی که ازش توقع میرفت که باید به اصطلاح کار بکنه، خدمت بکنه، مردم برش اعتماد کرده بودن، نتوانست که به اصطلاح بو سر حدی برسه که مردم دوباره سرش باور بکنن یا حساب بکنن. بله بسیار تشکر استاد، نظراتتان سلامت باشید. شنیدیم و این قضاوت مهمان ماست، ما همیشه خب قرار است هر کسی به اصطلاح دیدگاه خود داشته باشه. وقتی ما میگیم بحث آزادی بیان است، خب شاید جدن. ممکن شاید من قاضی زاده از دیدگاه هزارها نفر مشکل دارم، که دلیل بی نمیشه که به اصطلاح شاید هزارها نفر بگم که فلانی خوب است، شما این قضیه، یکی دیگه این قضیه. خب هر انسانی جدن متفاوت است. ولی من یک نکته کوتاه اشاره کنم، یک چیزی که چشم دید خودم دیدم، بیایم که ما به اصطلاح همین فرهنگ گذاری بکنیم در جامعه خود، ما ای را بپذیریم نپذیریم، اینمی شخصیت ها هر کدام هزارها نفر دنبال رو دارن، طرفدار دارن، بیایم به جایی که به اصطلاح خدای ناکرده ای تنفر بیشتر ایجاد بشه، همدیگر پذیری رو باید ایجاد بکنیم، بیایم دنبال این مثال نگردیم کی خوب است و کی بد. همه ما از یک خانواده هستیم، در یک وطن زندگی میکنیم، اینمی کشور خانه ماست، به فکر آبادی اینمی وطن باشیم تا که از این مشکلات جنجال نجات پیدا کنیم. بسیار خوب است. از حامی برنامه ما تشکری میکنیم، هپی مسیو انرژی درینک، انرژی برای تغییر، حتما استفاده بکنید. و نوبت وقفه است، پس از وقفه ادامه میتیم، با ما همراه باشید. بسیار خوش آمدین در ادامه برنامه سراچه با هم هستیم. استاد چرا بعضی مولوی با مخالف تلویزیون بودن یا هستن؟ خیلی چرا بعد است خودشان سوال بشه مخالفن من میگم نه مخالف بودن بعد است خودشان پرسان بشه جالب بود که وقتی خودشان تلویزیون ساختن. ببینید استاد عزیز، این گلاس در ذات خود تقصیری نداره، شما میتونید داخل زی آب زمزم بنوشید، میتونید داخل زی علی عزبی الله شراب بریزید، ولی در ذات خود مقصر نیست. تلویزیون یک وسیله است، یک ابزار است، اگر درست استفاده بشه، کشورهایی که از درست استفاده کردن امروز میبینید که به اوج پیشرفت و ترقی رسیدن، اگر درست استفاده بشه بهترین وسیله و ابزار برای امر بالمعروف و نهی از منکر، بهترین وسیله برای رشد و ترقی علم، بهترین وسیله برای رشد اخلاق، ادبیات، اشعار،
بهترین وسیله برای همدیگر پذیری، برای ایجاد محبت، برای رشد در مجموع، برای اتحاد و وحدت است. ولی یکی به اصطلاح شخص استفاده کننده اگر خودش به اصطلاح یک وسیله ابزاری در اختیارش قرار میگیره و نادرست استفاده میکنه، این تقصیر وسیله نیست. یک نکته. نکته دوم، من فکر نمیکنم که علمای واقعی و کسایی که واقعا به معنای حقیقی عالمن یا دانشمندن، خواندن، به اصطلاح تحصیلات عالی دارن، مخالفت داشته باشن. مخالفت با نشریات است. مثلا چطور چی چیز نشر میشه از یک رسانه؟ نه مخالف در ذات با تلویزیون. بله، یک نکته از تصویرم برمیخیزه. بله، عکس میگن داره. بله بله، عکس. خب بس تصویر عکس که بحثی است که باید سر زو صحبت بشه، یک فرصتی که چی چیز به اصطلاح چطور عکسی از نظر اسلام ممنوعه. تصویری ممنوعه که مورد تعظیم قرار میگیره، تصویری ممنوعه که انسان به طرف انحراف بکشانه، تصویری ممنوعه که به اصطلاح در تضاد یا در تناقض با مثال و اعتقاد و دینمون هستن. بله ولی هر چیزی ما نمیتونیم بگیم مثلا بد است. در هر چیزی به اصطلاح استفاده کننده مسئول است که چطور استفاده میکند. درست درست است انشالله. ولی امروزه انشالله که در مخالفت نیست، قول میدم براتون که خانوی بسیار از مولوی صاحبای من به اصطلاح تلویزیون وجود داره. بله بله بله، اینکه باز فردا بیان براتون قصه کنم که برنامه تو دیدم خیلی عالی بود و خیلی خوش میشم. بخیر. فیلم میبینید استاد؟ باید تلویزیون باشه، باید فیلم باشه دیگه. یک قسمه، یک چیز استاد عزیز براتون بگم که حقیقتش یعنی اونقدر وقت نیست به چیزا، به خاطر اینکه از یک طرف کار است، از یک طرف برنامه‌های دعوتی است، از یک طرف بخش‌های خیریه و کارهای خیریه ما است، از طرف دیگه الحمدلله دوستا است که حتی شاید مزه اینجا بتونم گفته از دوستایی که ما نمیتونیم تلفن رو پاسخ بدیم، پیامای اون رو جواب بدیم، معذرت بخوایم که حتی به همون سرحد مصروف و مشغول هستیم. اگر بعضی از فیلم‌های مثلا ما در دوران درس لغت عربی می‌خوندیم یا مثلا زبان انگلیسی، استاد بعضی سریال ها یا فیلم های تعلیمی رو میداد که ازی باید ببینیم به خاطر یاد گرفتن زبان. یعنی در کدام چیز مزخرف نبوده، یعنی باز کسی برداشت و نادرست نکنه. من ببخشید من قد کردم. ما شاگردای مکتب خودم 12 سال مکمل میخوایم بگویم که عبدالرحمن خان 120 تا 130 سال پیش دی حکومت کرده در این سرزمین، یا امان الله خان 100 سال پیش بودن. همین تاریخ اگه تصویری بسازن اطفال میاد میگیره، ده یک بار میاد میگیره، ده 12 سال تاریخ یاد نمیگیره، 6 7 سال یاد گرفته. استاد عزیز در خود بحث فیلم منظور است، فیلم یعنی عین قضیه جهت و مثبت و منفی خود داره. ما خیلی چیزای خوبی میتونیم با فیلم تمثیل بکنیم، بسازیم. ما گاهی وقتا احساس کردیم، یعنی بازم عذر میخوام، ما گاهی وقتا احساس کردیم که یک فیلم به اندازه کتابایی که ما مطالعه میکنم، یکی دو تا کتاب بر ما آموزنده مفید است. بله مفید است، چون رو میبینید، مشاهده میکنید. به اصطلاح شما شاید یک کتاب مطالعه میکنید تنها فقط با چشم میبینید و به اصطلاح با فکرتان اون رو اگر چیزی میگیرید بله جا بدید، ولی وقتی شما یک فیلم رو میبینید کل صحنه رو میبینید، به اصطلاح صحنه به نظرتان جا میگیره، راحت‌تر میتونیم بیاموزیم چیزهایی رو. و امروز خیلی شیوه‌های آموزشی فرق کرده، مثلا از طریق فیلم است، از طریق صوتی است، تصویری است، حتی یعنی به شیوه‌ای بسیار خوبی است اگر کسی بخواد استفاده بکنه. در شرایط امروزی دیگه نباید کسی بی سواد بمونه و بگه والا بله. محروم ماندیم از این چیزا. ما در قرن 21 هم میایم در مورد صحبت میکنیم که دخترها مکتب برن یا نه. متاسفانه من میره چند روز پیشم گفتم به یک برنامه دیگه هم گفتم که امروز در کل کره زمین فقط تنها کشوری که ملاحظه داره در بحث تعلیمی زنان ما هستیم. یعنی گویا در کل کره زمین کفر اسلام دیگرای قضیه پی نبردن، تنها فقط ما پی بردیم قضیه. در حالی که همه میدانن چیز داخل و خارج کشور همه تقاضا کردن از حکومت امارات اسلامی که انشالله بلکه زمین رو مساعد بسازن و دروازه مکتب باز بشه. بله استاد، سفرهای خارجی که داشتین، من میخوام یک نمونه رو مشخص بپرسم. ترکیه رفتین حتما؟ بله. واقعا کشور اسلامی است؟ ببینید، یکی و حقیقتی است که شما در دنیا در کشور اسلامی میبینید، یکی چیزی است که خود اسلام است. یعنی شما یک مثال براتون پیش از این بدم، در مدینه منوره وقتی نگاه بکنید رسول الله صلی الله علیه و آله با چهار کاتگوری انسان ها زندگی میکرد. منافقین بود اونجا، مشرکین بود اونجا، صحابه بود در اونجا، به اصطلاح احزاب یا قبایل مختلفی دیگری بود که حتی بالاتر از 12 قبیله در مدینه زندگی میکردن. ولی مهم این بود که هر کسی به اصطلاح مسئولیتش ادا میکرد، ولی هیچ واکنش و اختلافی در بینشان نبود، الا مواردی عادی که اگر صد در راه قرار گرفتی که مسلمان ها در برابر اونها استادگی کردی، الا در غیر او هر کسی به کار خود مشغول بود. ترکیه کشور اسلامی است؟ بله کشور اسلامی است، دیگه کسی شک نداره کشور اسلامی است. تاریخی بسیار درخشان داره. شما از خلافت عثمانی ها رو وقتی برید بررسی کنید، امروز مساجد تاریخی ترکیه که نگاه بکنید، خود وجود مسجد شهادت میده برای به اصطلاح که در اینجا مسلمان ها بوده و کار کرده. ولی چیزی که زیباست در اینجا که ما دیدیم است، یک همدیگر پذیری است. این را ما باید کوشش بکنیم در بین ما داشته باشیم. من یک مثال براتون بدم. شما
وقتی تاریخ میخونید از اتاتورک بیشتر ظلم کسی شاید در حق مسلمانای ترکیه نکرده باشه. یعنی بسیار ظلم کرد، بسیار تعداد از علما و دانشمندا را کشت، بسیار مثلا به تعبیر امروزی اگر بگیم بسیار اعمال نادرست و ناشایسته به اصطلاح او رواج داد در اونجا. ولی امروز همین حس وجود داره که در هر مکتب ترکی ببینید اما عکس اتاتورک نصب کرده است، کسی به واکنش نشان نمیده. مجسمش در سر جاده جور کرده است، کسی به واکنش نشان نمیده. تاریخشان چرا نشان؟ دلیلش چیست؟ به خاطر اینه که به این نتیجه رسیدن که اگر ما بپذیریم یا نپذیریم نمی، اتاتورک میلیون ها انسان پیرو داره، دوست داره، طرفدار داره. و چی نیاز است که ما خود رو بیایم سر نمی قضایای کوچک مصروف بسازیم که عکس ایزی باشه از اون نباشه. چیزی که ما متاسفانه در جامعه خود میبینیم که ما در نمو بلوغ نرسیدیم، در نمو ظرفیت فکری نرسیدیم. یک روز عکس ایزی رو پاره کنیم، یک روز عکس ایزی رو پاره کنیم، یک روز ویتو این کنیم به این قبر و اون قبر، این چیزها درد دوا نمیکنه. ما بخوایم نخواهیم هر انسانی به اصطلاح جایگاه اجتماعی خود در داره، چیره بپذیریم یا نپذیریم. ما همیشه گفتیم از امیرالمومنین مولا محمد عمر خداوند مغفرت کنه روی شانش شاد داشته باشه، همون طرفدار خود داره. بیا تا به امروز، تا به اصطلاح مجاهدین گذشته، تا افرادی که در نمی وطن زندگی کردن، تا شاهانی که در نمی کشور زندگی کردن، کسایی که حکومت کردن، وزیر بودن، وکیل بودن، به اصطلاح سالها در نمی وطن سیاست مداری کردن، تو بخوای نخوای به اصطلاح هر کدام از اینا طرفدار خود داره. ولی بهتر است که بیایم نمی حس هم دیگر پذیری داشته باشیم، احترام بگذاریم به هم دیگر. راههای معقول برای نجات از نمی وضعیت که ما بالاتر از 40 سال در نمی آتش می سوزیم، راهای معقولی بسنجیم تا از این مشکل بیرون شد. بله بله، بسیار خوب است استاد. پس از یک وقفه کوتاه از استاد خود پرسیدیم که آیا ما افغان ها نسبت به هر کشور اسلامی دیگه مسلمان تر هستیم؟ با ما باشیم پس از وقفه. خوش آمدید. قسمت آخر برنامه سراچه است. استاد، ما مسلمان تر هستیم یا نه؟ قضاوت ما خود استاد عزیز بگرامی، اگر بحث نماز خواندن باشه، افغان ها از همه بیشتر نماز میخوانن. اگر بحث حجاب باشه، شاید هیچ کشوری اسلامی در دنیا وجود نداشته باشه که به سوی افغان ها با حجاب باشه. حجاب محکم. بله، حجاب محکم. اگر بحث روزه باشه، بحث نماز در مسجد باشه، در این موارد بسیار محکم. ولی یک نکته رو باید غافل نباشیم که ما متاسفانه از نظر علمی بسیار عقب است. سطح جهان بینی ما بسیار پایین است. سطح دانش ما خیلی پایین است. یک جاهل دانا، منظورم از جاهل یعنی یک غیر مسلمان دانا، شاید به مراتب بیشتر بتوانه کار بکنه نسبت به یک مسلمان جاهل ناآگاه. یک حقیقت است. من یک نکته رو براتون بگم. ببینید که هدف چیست؟ ما در کشورهای همسایه ما امروز وقتی نگاه بکنیم، مثلا در پهلوی ما پاکستان، در کنار ما ایران، اونا در چه سطحی است؟ در چه سطحی قرار دارن؟ همون کشوری که برای ما خودت مثلا سالها تلقین میکنه که در وطنت بعد حکومت اسلامی پیاده بکنید، خودش چی وضعیت امروز ده؟ وضعیتش چگونه است؟ در اونجا کنسرت و موسیقی آزاد است، در اونجا شراب آزاد فروخته میشه، در اونجا به اصطلاح قانون انگلیس عملا پیاده است، در اونج روزی به اصطلاح یک شنبه رخصتی است یا شنبه رخصتی است، در اونج بی حجابی و بی بندوباری به اوج خود است، در اونج اعتقادها و باورها افکار مختلف به اصطلاح هر کسی برای خود روان است، کسی به اونا گپی نداره، در اونج سالانه میلیون ها دلار کمک آمریکا و خارجی گرفته میشه، هیچ واکنشی از نظر روحانی و عالمش وجود نداره، در اونج به مراتب فجایع بیشتر از کشور ما خودت است، ولی او از اونجا به ما خود تلقین میکنه که تو برو وطن تو ایران کن، وطن تو خراب کن، خانه تو ایران کن، چرا در اونجا تو بعد اسلام رو پیاده بکن. ما یک نکته دیگه بسیار معذرت که گفت جلو گفتن رفت. تا پیش از تحولات که در اینجا خارجی وجود داشت، تمام راه تمویل و تجهیز خارجی کجا بود؟ از مسیر نمی کشور همسایه می آمد تا به مجردی که به مرز می رسید گپی نبود، از مرز که به طرف میشد شروع میشد زدن. بله. چرا؟ چرا ما خود ما آگاه نمیشیم؟ چرا ما به اصطلاح حس وطن دوستی رو نداشته باشیم؟ چرا به اصطلاح عالم یوزو بلند بشه در علی کشور ما فتوا بده که تو خانه تو ایران بکن، وطن تو ایران بکن، برادر تو خاک و خون بکش؟ چرا من می ظرفیت نداشته باشم که بریزو بگم که خب اگر محترم، اگر به اصطلاح بس اسلام است که ما به مراتب از شما بیشتر نماز می خوانیم، حجاب ما بهتر از حجاب شماست، مساجد ما، جماعت ما، نماز ما، طاعت عبادت ما خب بیشتر است اگر معیار ای باشه. بله. اگر معیار ای باشه، الا اگر به اصطلاح بحث دیگری است خب مشخص. استاد، زمینی چرا کشورهای کفری پیشرفت میکنن ما نمیکنیم؟ ببینید، پیشرفت مسائل دنیوی وابسته به دین نیست. این نکته خیلی باریکی داره، شاید هم بعضی واکنش نشان بدن که چرا ای گفتن.
در بحث مسائل ترقی و رشد و اکتشافات دینیوی ای بابسته به دین نیست که تو نماز بیشتر بخوانی، روزه بیشتر بگیری، به اصطلاح شب تهجد بیشتر بخوانی، تو بیشتر پیشرفت میکنی، کشورت ساخته میشه، بلکه به چی است؟ بابسته به استفاده از وقت است، مطالعه است، کار است، تلاش است. یعنی اون درست است غیر مسلمان است، ولی سالانه بالاتر از 70 کتاب مطالعه میکنه. ولی بیا در کشور ما یک سرویس صورت بگیره، جوانان ما چند تا کتاب مطالعه میکنه سالانه. او درست است غیر مسلمان است، یک دقیقه وقتش بیهوده مصرف نمیکنه، ولی سالانه شاید میلیون ها جوان ما عمرش رو بیهوده مصرف میشه. 3 میلیون ختان و معتاد در روی جاده و خیابان افتاده است. بله. که هیچ بهره‌ای از عمرش نمیبره. و چقدر جوانان ما برای مسائل دیگه مصروف هستند. هر کسی که از وقتش بیشتر استفاده بکنه، علم و دانش بیشتر کسب بکنه، یگانه راهی تسلط بر جهان هستی علم است استاد عزیز. وقتی شما در قرآن مراجعه کنید، و ان الله قد احاط بكل شيء علما، خداوندم که خداوند است به اساس علمش بر جهان هستی احاطه میکنه و اساس قدرتی که داره بر جهان هستی تسلط داره. خود پروردگار میگه الله با علمش بر دنیا احاطه داره. یعنی به این معنا اگر میخواهی زور داشته باشی، قوت داشته باشی، احاطه داشته باشی، دنیا را تسخیر بکنی، یگانه راهش علم است. بله. شما وقتی در قرآن مراجعه میکنید میگه یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان. ای معشر جن و انس، اگر شما بخواید به اطراف آسمان قدم بگذارید نمیتوانید، مگر میتوانید با وسیله علم، عقل، قدرت، توانمندی. وقتی شما در قرآن مراجعه کنید میدونید میگه که چرا رشد نمیکنیم ما؟ چون ما از قرآن استفاده نمیکنیم. تا دیروز برای ما تلقین میشد، حتی ما از منبر میشنیدیم که به اصطلاح مولوی صاحبی ما که تظاهر به لباس علمی عالم داشت میگفت که بالاخره دین مخالف دنیا است، نباید مسلمان تلاش بکنه، نباید مسلمان کار بکنه، در حالی که کلی نمیشار ضد قرآن است. وقتی شما در قرآن مراجعه کنید، قدری که در قرآن در مورد کار و تلاش تاکید شده که حتی ساعتی هم به نام روز رخصتی شما در اسلام ندارید. اذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله واذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. مال و ثروت خداوند فضل خود نامیده. کار بهترین عبادت است. بله. بزرگترین عبادت است. جهاد با تجارت خداوند مساوی در قرآن ذکر می‌کند. آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، آخرون یقاتلون فی سبیل الله. خب این عدم فهم ما بود از دین که ما عقب ماندیم. خداوند در قرآن برای پیغمبر میگه فاستوا علی سوقی، سر پای خود باید استاد بشی، خودکفا باید باشی، متکی به کسی نباشی. یک مملکت کاردش از قزاقستان بیای، برقش از ترکمنستان بیای، کچلو پیازش از پاکستان بیای، خب دیگه شما تو برو تا به آخر. ما چی میکنیم در نمی جامعه؟ یک مشت مصرفگر. چرا باید تلاش نکنیم؟ استاد من یک جوان رو میشناسم فقط به خاطر از این تحقیر و توهین شده که لباس پاک پوشیده بود. خب متاسفانه مشکلات وجود داره. ما رو مصروف ساختن. انمی هم مشکل است. یکی از جمله بزرگترین مشکلات ما همیست که ما یک اولویت بندی نداریم استاد عزیز. که ما باید در کشور ما چی چیزهای مهمتره؟ مثال این میمونه یک کسی برق نداره، شما برش یخچال ببرید، چی میکنه یخچال؟ ما به اصطلاح در وطن امروز کار نیست، درس نیست، تعلیم نیست، به اصطلاح حتی اجازه بدین که من به خدمت ایزان اشاره بکنم، مصارف یک ساله که ما برای پول تداوی مریضی های ما امروز به کشورهای همسایه میپردازیم، اگر او رو در مملکت خودمون سرمایه گذاری میکردیم دیگه ضرورت نبود که مریضمون رو به شونه کنیم، توهین و تحقیر بشیم. برای ما ویزه بده یا نده، یک تکت که $50 باشه رو به $2000 سر ما بفروشه تا به اصطلاح ما به کشورش سفر بله. یه عدم فهم ما رو نشون میده، عدم به اصطلاح و بی کفایتی خود ماست. من همیشه در برنامه هایم گفتیم که اگر ما بخوایم واقعا تصمیم بگیریم، قسم به پروردگار نعمتی که خداوند در اختیار افغان ها گذاشته در اختیار هیچ بنده ای در روی زمین قرار نداده. شما اگر از نظر موقعیت جغرافیایی نگاه بکنید، به تعبیر علامه اقبال، امروز افغانستان قلب آسیاست. بله. آسیا یک پیکر آب و گل است، ملتی افغان در این پیکر دل است، تا دل آزاد است آزاد است تن. آسیا افغانستان از نظر موقعیت جغرافیایی بهترین موقعیت، از نظر آب و هوا، از نظر حتی شما امروز یک متر مکعب آب رو ببینید، امروز در نرخ بین المللی بالاتر از $2 قیمت داره. میلیارد ها متر مکعب آب روان است به کشورهای همسایه سرازیر میشه، ولی ما خودی در تاریکی نشست. همه چیز وجود داره. میلیارد ها منابع طبیعی در وطن دفن است. چرا نمیتونیم؟ به چند دلیل نمیتونیم. اولی که به اصطلاح اتحاد و وحدت من رو حفظ نمیکنیم. ما همیشه مصروفی هستیم که والله ای تاجیک است و ای پشتون است و ای هزار است و ای بیشتر است و او بیشتر است و ای حق حکومت داره او حق حکومت نداره. ببین ما رو چی چیز مصروف کردن. زمانی ما میتوانیم به اصطلاح به رشد برسیم، خود کفایی برسیم که وحدت داخلی ما رو حفظ بکنیم. از این مثال
دست برداریم دیگه. درست. بس است دیگه، نتیجه نداده. دوم، داشتن متخصصین. ما همیشه گفتیم مثل که عالم دین ما، حافظ قرآن ما، قابل حرمت و قابل احترام، دکتر و طبیب و انجینر ما هم قابل حرمت و احترامه. باید برای متخصصین حرمت بگذارید، اونها رو باید حرمتشان رعایت بکنید، ارج بگذارید، کادرهای علمی رو احترام بکنید. خب. تا بتوانیم رشد بکنیم. سومش، از منابع طبیعی خود استفاده بکنیم. ما شبیه کسی هستیم که یک سیفی پر از پول داشته باشه، خودش گرسنه باشه، استفاده کرده نتونه. دنیا امروز شهادت میده که افغانستان تریلیون تریلیون دلار بالاخره سرمایه در زیر زمینش دفن است. معادن مس اینا که ببین، معادن زمرد، لاجورد، نفت، طلا، به اصطلاح سنگ مرمر، سنگ زغال، از چی چیز کم بودی داریم ما. ولی متاسفانه شما ببینید یک کیسه سمت امروز از کشور همسایه ما میای به سر ما به 290 280 روپیه فروخته میشه، در حالی که خداوند یک کوه بزرگی به اصطلاح یک معدن سمت در اختیار ما گذاشته برای ما تولید کرده نمیتونه. تشکر استاد، تشکر. همه درد است اینا، همه رنج است، ولی ان شاء الله به مرور زمان حل میشه. بسیار تشکر استاد. تایم برنامه پورا شده، ما چند تا سوال دیگه داشتم که ماند، بعد از برنامه مطرح میکنم. الحمدلله که ماند. لطف میکنید استاد، بسیار خوش آمدید. سلامت باشید، ما استفاده کردیم. الله حفظتان کنه ان شاء الله. سلامت بخیر همچنان. دوستای عزیز، شما تشکری میکنم و از همکارای خوب ما همچنان. تا هفته بعد، خداوند یار و نگهدار همه ما شما.